أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير سلام عليكم جميعا ورحمه الله دارين كليف به شما عزیزان نحوه گرفتن قوه القران از سوره نصر را به جهت پیروزی و فتح یک مسئله مهم آموزش می دم. خب همانطور که در ویدیو چگونه اقراقی نیرو من شویم به نحوه عمل کرد و چیستی قوت القرآن اشاره کردم در این کلیپ هم مجدد اشاره می کنم هم تجدید خاطری بشه برای عزیزان و اینکه یک معرفی برای افرادی که تازه به جمع ما پیوستند ببینید قوت القرآن همراه کردن امدادهای غیبی و نیروهای روحانی یک سوره یا آیه است که به صورت موقت یا به گونه یک بار مصرف زمانی که در مسئله کارد به استخوان میرسد میتوان از آن استفاده کرد در کلیپ چگونه گراغی نیرو من شویم من قوت القرآن سوره مبارکه زلزال را آموزش دادم که برای محافظت بود این چنین بود که پس از ختم شما نیروها را در اختیار می گیرید و هر زمان که گرفتاری برای شما پیش آمد که برای شما ضرر جانی داشت از آن نیروها استفاده می کنید و مشکل را رفت می کنید. یا در برابر یک جنی افریتی شیطانی در از آن نیروها استفاده می کنید و خیلی راحت از شما دفاع می کنند و صدمه به شما نمی رسد قوت القرآن هم روش های مختلفی دارد روشی گفتم برای محافظت است یک روش برای جلب است یک روش برای نابود کردن دشمن است با آیات یک روش هم برای همین روش برای فتح هست برای کارگوشایی و پیروزی است و از هر سوره هم می توان به هزاران روش استفاده کرد مثلا در این روش سوره فتح به عنوان گره گوش هاست دیگه در این روش که میخوام آموزش بدم در روشی میتواند سوره فتح برای مورد دیگری باشد مثلا برای مثال میذارم برای مثلا جلب باشد بله پس فکر نکنید مثلا فقط سوره نصب برای گره است نه میتواند بنابر روش تغییر کند خب حالا کاربردش چیست ببینید این ختم را که انجام دادید بعدش هر زمان که در مسئله شکست شما قطعی شده بود یا میخواست رقم بخوره سریع از نیروی خود استفاده می کنید تا به, به طور موجز آسایی در دقیقه نود پیروزی و فتح از آن شما شود مثلا اگر در پروژهی به شکست نزدیک شدید سریع از قوت روحانی خود استفاده می کنید تا فتح حاصل شود دقیقا یعنی امداد غیبی. خب من الان اینجا آموزش میدم نحوه گرفتن قوت القرآن سوره مبارکه نصر به جهت رفع شکست و حاصل شدن پیروزی و فتح ببینید از روز یک شنبه شروع میکنید بله از روز یک شنبه پس از نماز صبح رو به قبله می نشینید پس چه شد روز یک شنبه مهم هم نیست ما اول ماه قمری باشه فقط قمر در اغرب نباشه روز یک شنبه پس از نماز صبح بله پس از نماز صبح رو به قبله می نشینید بخور طیب روشن می کنید یک بطری یک و نیم لیتری می آورید که درونش را پر از آب کرده باشید از قبل پر از آب باشد درونش بعد همونطور که بخور روشن رو به قبله نشستید به روی خودتان پارچهی سفید می اندازید. کامل خود را می پوشانید زیر پارچه می روید بعد شست و شش مرتبه می خوانید آیه اول سوره نصر را بسم الله الرحمن الرحیم از جا نصر الله و الفات می خانید. و هر بار که می خانید درون بطری می دمید بسم الله هم نیازی نداره یعنی هم اول آیه اول مرتبه اول که بسم الله گفتید دیگه نیازی نیست هی پشت سر بسم الله و رحمان و بگوید از جان رسول الله فقط همان مرتبه اول 66 مرتبه آیه اول میخوانید و با هر بار خواندن میدمید این عمل را در آن روز باید پس از هر نماز انجام دهید نماز صبح نماز ظهر نماز عصر نماز مغرب و نماز اشها بله پس چه شد دقت کنید چون سوال شده بود پس از هر نماز بعضی ها اشتباه میکنن مثلا نماز ظهر و عصر رو که خوانند یک بار انجام میدن ولی وقتی در دستوری به شما میگوید پس از هر نماز یعنی بر پنج وقت پنج مرتبه میشه جمعا خب پس در آن روز روز اول روز یک شنبه انجام میدهید این دستوراتی که گفتم رو خب روز بعد آیه بهش اضافه میکنید چه آیه ای آیه بعدیش کلا سوره فت سه آیه بیشتر ندارد دیگه ازا جا نصر الله و رو که خاندید و رایت الناس ادخلونه اون را هم اضافه می کنید یعنی آیه دوم دقیقا باز هم به همین روش بطری بخور طیب رو به قبله پارچه سفید روی خودتان می اندازید به هر خاندن هم میدمید بله روز سوم روز آخر هم سوره را به طور کامل می دیگه هر بار که خاندید می دمید شست و شش مرتبه خب پس از اینکه تمام شد این بطری را این بطری را با همین بطری یعنی می روید غسل می کنید با این آب حالا اگر آن آب هم کافی نبود این یک لیتر خورده ای آب رو می توانید در اندکی آب گرم آبی در مثلا تشتی قرار بدهید برای غسل این رو بریزید اثرش کلن خدمتون ارز کنم که اثرش به آن آب هم یعنی اضافه میشه یعنی این چنین نیستش که مثلا این یک و نیم لیتر آب با این اگر مثلا مخلوط بشه اثرش رو از دست بده ولی اینها با هم این همین یک و نیم لیتر رو که بریزید بر آن آب هم اثر میذاره یعنی آب دا بله خدمت رو ارز کنم که با همان آب گرم میروید و غسل میکنید غسل به جهت فتح و کارگوشایی چجونه غسل میکنید یک تشتی قرار میدهید درون تشت می ایستید و با آب دعا غسل میکنید به این نیتی که گفتم بعد آب تشت آب تش که آب دعا درش هست شما غسل کردید می روید و پای یک درختی می ریزید این آب نباید درون چاه لوله کشی بره چون درست نیست دیگه آیات خداست بله نباید درون چاه بره پس از این که غسل کردید هر زمان گرفتاری برای شما پیش آمد و شما نیاز به امداد غیبی داشتید وضو می گیرید رو به قبله بخور طیب 66 مرتبه سوره مبارکه نصر را خوانید و از خدام طلب کمک میکنید از روحانیت خیلی با سرعت کمک شما میآیند برای مشکل رفع مشکل شما خب این روش هم به طور کامل به شما عزیزان آموزش دادم اگر ضعفی در آموزش بود عزیزان از شما پوزش میخوام ما رو به بزرگی خودتان ببخشید انشاءالله سوالی داشتید بپرسید من ادمین را انتخاب کردم برای پاسخ به کامنت ها انشاءالله در خدمت شما خواهد بود امیدوارم که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله العبد سید رحمانی